عجیب است عشق تو ای عیسی، صلیب تو آورده آزادی. هیچ کس نمیتواند درک کند این حقیقت، چه پر جلال چه زیبایی عیسی. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم دست را. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت از خلقت دستت. کارهای تو نمایان در جهان، در حضورت می پرستم با تمامی جان. چه پر جلال چه زیبایی عیسی. دوست دارم خداوند بی همتا، جانم سرایت همدست را. دوستت دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت همدست را. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت همدست را. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت همدست را. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت. حقیقت ماهیت شما. دوست گرامی من، دشمن شما شیطان همواره سعی داره شما را با دروغهای خودش فریب بده و متقاعدتون بسازه که شما بی عرضه و بی استعداد هستید، شما ارزش دوست داشتن را ندارید، شما لیاقت یک زندگی پربرکت و خدمت به خداوند را ندارید، شادی زندگی مسیحی و از خداوند شنیدن مربوط به دیگرانه و شما شایسته برخورداری از آنها نیستید. آیا شما تا حالا یک چنین تصوراتی در مورد خودتون داشته اید؟ لطفاً به عرایض بنده دقت بفرمایید. چرا شیطان دائما این دروغ‌ها را بر فکر شما میکوبه؟ چون شیطان به خوبی میدونه که اگه بتونه شما را در زندگی دل سرد و ناامید کنه، اون وقت میتونه شما را از تجربه قدرت و محبتی که پدر آسمانیتان شما را در آن آفریده محروم نگه داره. خواهر و برادر خوب من، به جای باور کردن دروغ‌های شیطان
و احساس خودکمبینی و بیارزشی داشتن، اجازه بده تا این حقیقت که خداوند در کلامش در مورد شخصیت و ماهیت اصلی شما فرموده، شما را برای همیشه آزاد کنه. خداوند پدر آسمانی و خالق پرمحبت شما می فرماید: شما فرزند من، یعنی یگان خدای قادر مطلق و زنده هستید. من شما را در نهایت حکمت، دانش و توان خداوندیم خلق نمودم. بله دوستان، خداوند به ما می گوید: من تاوان تمام گناهان شما را با بهای خون عیسی مسیح تماماً پرداخت نموده ام. خداوند به ما می گوید: روح القدس در تمام لحظات عمرتان با شماست. شما آمرزیده، در چشم من عادل و تا ابد در بهشت با من خواهید بود. خداوند به شما می فرماید: دخترم، پسرم، به خاطر اینکه تو متعلق به من هستی، من تو را بی قید و شرط دوست دارم. محبت بی قید و شرط خداوند بدین معناست که شما هیچ کاری نمیتونید بکنید تا خدا بیشتر شما را دوست داشته باشه. از طرف دیگه شما نمیتونید هیچ کاری انجام بدید تا خداوند شما را کمتر دوست داشته باشه. خداوند به شما میفرماید: تو در نقشه مقدس و عالی من برای زندگیت جایگاهی بس مهم و منحصر به فردی داری. تو با ارزشترین مخلوق من هستی. دوست گرامی من، این آن حقیقت ماهیت وجود شما در نزد خداوند است. خداوند این حقیقت را بارها و بارها در کلامش تکرار فرموده و بر آن تأکید داشته. دوست من، پسر و دختر خدا، حال این حقیقت نظر خدا را در مورد خود همواره در فکر و قلبت نگاه دار. از این به بعد هرگاه افکار منفی خود کمبینی به سراغ شما آمدند، بدان که این صدای شیطان است که سعی در فریب شما و ربودن شادیتان دارد. هوشیار باش، فریب نخور. به حقیقت کلام خدا در مورد شخصیت و ماهیت واقعی خودتان محکم بچسبید. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 32 می فرماید: حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. آمین.